با گسترده شدن دامنه اعتصاب کارکنان صنایع نفت و گاز و پتروشیمی در ایران، روند حمایت گروه‌های مختلف صنفی و مدنی از کارگران ایرانی ادامه دارد و گروهی از پزشکان و دانشجویان نیز در اقدامی هماهنگ در شهرهای مختلف ایران تجمع‌های اعتراضی برپا کردند. پیام یزدیان گزارش می‌دهد. اعتراض و اعتصابات گسترده کارگری صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها در ایران همچنان ادامه دارد و امروز کارگران پتروشیمی اردبیل دست از کار کشیدند و به صف اعتصاب‌های سراسری پیوستند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، کارگران کارگاه نصب نیروی اندیمشک نیز که سازه‌های فلزی صنعتی و نیروگاهی تولید می‌کنند، در راستای حمایت از اعتصاب‌های کارگری دست از کار کشیدند. در همین حال، حمایت تشکل‌های مختلف صنفی از اعتصاب‌های کارگری در ایران همچنان ادامه دارد. کانون صنفی معلمان تهران با انتشار بیانیه‌ای با اعلام حمایت و همدردی با کارگران معترض از حکومت خواسته که به جای هزینه کردن از منابع متعلق به مردم به نام تأمین امنیت، منابع موجود را صرف تأمین خواسته های مشروع و به حق حقوق بگیران و به ویژه کارگران کند. کانون مدافعان حقوق بشر نیز با انتشار بیانیه‌ای در سایت خود به نقل از شیرین عبادی رئیس این کانون نوشته قطعاً اعلام همبستگی و در صورت نیاز حضور خیابانی مردم به منظور ایجاد حلقه‌ها و گروه‌های حمایتی از کارگران یکی از اقدامات ممکن به منظور حمایت آنها در دستیابی به مطالبات خود است. خانواده‌های دادخواه خاوران نیز با انتشار بیانیه‌ای از ادامه اعتصاب‌ها حمایت کرده و نوشتند ما از مردم آزاده ایران و جهان که دل در گروه عدالت، رفع تبعیض و برابری دارند می‌خواهیم که کارگران اعتصابی در ایران را تنها نگذارند و از آنان حمایت کنند. اصناف دیگری هم در ایران همزمان با اعتصاب کارگران صنایع نفت و گاز در اعتصاب و در حال برگزاری تجمع‌های اعتراضی هستند. شماری از پزشکان و تمام گروه‌های پزشکی از دانشجویان تا پزشکان فوق تخصص در شهرهای مختلف ایران شامل تهران، اصفهان، شیراز، کرمان و همدان در اعتراض به آنچه بی‌توجهی به حقوق جامعه پزشکی، بی‌توجهی به سلامت مردم، گسترش فساد در لایه‌های مختلف مرتبط با سلامت و تخلفات گسترده وزارت بهداشت نامیدند، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی نیز با تشکیل کمپینی در انتقاد از تعلل دولت، خواستار ارسال لایحه دائمی شدن همسانسازی به مجلس قبل از پایان کار دولت 12 شدند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، اقشار مختلفی در اعتراض به مطالبات صنفی و حقوقی خود در شهرهای مختلف دست به تجمع زدند. کامیونداران شهرستان اردکان، کشاورزان اصفهان، معلمان کارنامه سبز در تهران، استادان دانشگاه آزاد، سهامداران مالباخته شرکت کاوه در تهران، حوالداران خودرو MG در تهران، خدمتگزاران و سرایداران مدارس مشهد و کارگران ابنیه فنی راهن آذربایجان شرقی مطالباتی دارند و نسبت به بی‌توجهی مسئولان در رسیدگی به خواسته‌هایشان معترضند.